میرم در 10 دقیقه آخر اگر ایشون اجازه بدن. قربان خوش آمدید جام رحیمی عزیز. درود بر شما جناب فرهمند. بله مشتاقانه منتظرتون هستیم هر روز. استعدادم قربان. از شما یاد میگیریم، فرا میگیریم. اون بر مرز، اون پشت خطا، اون نقطه که مرکز سقل آرزوها و عشق و علاقه یک ملت آواره خارج از وطنه، کسی رو داریم که از اون وطن برای ما صحبت میکنه. شما بزرگوارید، هوا در شهر یوتبوری چطوره؟ عالی عالی. پس مثل اینجا آفتابیه. بله، برای اینکه خونه دل ما باید آفتابی باشه و با امید به افقهای نزدیک نگاه کنیم. بزرگوارید قربان، حتما امروز استکهلم هم هوا آفتابیه. من امیدوارم که سقف مام میهن همیشه آفتابی باشه و به زودی نکبت از کشور ما رخت بربنده و بره که ما بتونیم برگردیم به کشور خودمون، چرا که شاک ما اونجا هست. اما دیروز وعده کردیم که امروز در باب نوروز صحبت بکنیم. حتما قربان. پیش از این که من بخوام این بحث رو باز بکنم، یک مطلبی رو باید عرض بکنم. دیروز افراد اپوزیسیون نما یک بیانیه رو حالا در صفحات اینستاگرام خودشون یک پستی رو گذاشتن، حالت من میگم بیانیه برای اینکه حالت بیانیه داره، و اینها اعلام کردند که به قول معروف آلترناتیو جمهوری اسلامی نسرین ستوده است. این رو خیلی کوتاه میخوام بهش اشاره بکنم که در روز هفتم اسفند ماه حشمت الله تبرزدی، محمد ملکی، جعفر پناهی و عده دیگر، قاسم شعله سعدی مشخصا به منزل نسرین ستوده رفته بودند. اینها افرادی هستند که مدام از حسن سعد محوری صحبت میکردند و حالا آمدند نسرین ستوده رو به عنوان گاندی و ماندلای ایران دارن معرفی میکنند. بر کسی پوشیده نیست که اینها چه سوابقی دارن و از کجا آمدن و به کجا میخواهند بروند. اما اینکه اینها به ناگاه میآیند و نسرین ستوده رو به عنوان یک آلترناتیو معرفی میکنند، این نشان از این داره که در واقع اینهایی که اپوزیسیون ملت هستند، جناب فرهمند، اینها اپوزیسیون دولت نیستند، اپوزیسیون رژیم نیستند، اینها اپوزیسیون ملت هستند، یعنی اینها علیه ملت هستند نه علیه دولت و حکومت. عرض میکنم که آمدن و یک آلترناتیو دارن ارائه میدن. خب ما دیدیم که نسرین ستوده و اینها خواستار برگزاری رفراندوم درون جمهوری اسلامی شدند، در حالی که اصلا برگزاری رفراندوم در چهارچوب جمهوری اسلامی اون چیزی که مردم ما میخواهند نیست. برای اینکه لازمه برگزاری رفراندوم داشتن رسانه آزاد هست و تشکیل احزاب، باز مرتبه حالا دیروز یک لیستی رو وزارت کشور منتشر کرده و در اون لیست 80 حدودا 84-85 حزب رو منتشر کرده که اینها احزاب قانونی ایران هستن، همه یا در خط امامن یا مال انقلابن، یعنی این احزاب اینجوری هستن. و وقتی داریم از احزاب صحبت میکنیم، یعنی نهایتا 6 تا 7 تا حزب مشخص، نمیدونم راه ملت و مقاومت ملت و نمیدونم سرسه بردگان امام و جانیان اسلام و اینا حزب نشد که. حزب مثل اینجا، اینا حزب سوسیال دموکرات هن، اونا حزب
سوریه دموکراتن، اون یکی نمیدونم فمینیسته، حزب درست حسابی 7-8 میشن، میدن خودشون رو معرفی میکنن، مردم به این 7-8 نفر رأی میدن، این احزاب میان معرفی میکنن اهدافشون رو، حکومت مد نظرشون رو، و بعد این حکومت های پیشنهادی به رفراندوم گذاشته میشه در یک محیط آزاد. اما در جمهوری اسلامی ما چه چیزی رو میخواییم؟ جمهوری اسلامی که در قانون اساسی شیعه 12 امامی مذهب رسمی و الالعبد کشور اعلام میشه، جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی رو حکومت الالعبد معرفی میکنه. بله، عرض میکنم که شما ببینید تمام اینها رو ما اگر بذاریم روی هم دیگه ببینیم، رفراندومی که در جمهوری اسلامی انجام بشه اصلا رفراندوم نیست و زیر نظر شورای نگهبان و مجلس خبرگان باید این موضوع اتفاق بیفته که خب عملا راه تقلب رو و همچنین وزارت کشور عملا راه تقلب رو باز میذاره مجدد. پس معرفی کردن آلترناتیو توسط این افراد که عمدتا هم خواستار این هستند که اصلاحات صورت بگیره و خودشون رو برانداز نمیدونن، و اگر برانداز میدونن، آخه برای من سوال کسی که خودش رو برانداز میدونه چطور داخل ایران فعالیت میکنه و کسی کاری بهش نداره، در صورتی که یک زنی که یک مقدار اندازه یه بنده انگشت رو سریش میره عقب رو توی اون جمهوری اسلامی اینها میگیرند و چنان میکنند که همه میدانیم. پس یک مقدار باید هوشیار باشیم. بله، تشکر میکنم. اجازه میفرمید که منم یه سال نظری داشته باشم؟ سالهایی که جناب رحیمی این کلمه رفراندوم مطرح میشه، همه پرسی، من حیرون میمونم و بارها در صحبتام بالا یا به صورت سخنانی یا شرکت در اجماعات مختلف مثلا تلفنی کنفرانس ها برگشتم گفتم مگر جمهوری اسلامی قبول کرده که با بودن خودش اجازه همه پرسی بده؟ اصلا یه همچی چیزی محال اونا زیر بار بره. حکومت دیکتاتور که نمیاد قبول کنه نظر مردم رو، این یه فرضیه که محاله به نظر من. اما من یه نظر سرکار رو دارم، کسانی که میان دم میزنن از همه پرسی و رفراندوم در کلامی ساده اینا از ما نیستن، همون شد اصلا اپوزیسیون حیف به اینا گفته بشه. ما براندازی، هر اون کسی که میخواد جمهوری اسلامی براندازی بشه با ماست و ما با او هستیم. ما حتی میرحسین موسوی که موفق شد، البته من قبول نکردم اون موقع 5-4 میلیون آدم ریختن بیرون به خاطر رنگ سبز آمدن، خیلی همون موقع هم اینا ناراضی ها بودن بیشتر از اون چه که بخوان به موسوی و تغییری که او بهش میاندیشید فکر بکنن. با این حساب صرف نظر از این که من خودم هم از طرفداران خانم نسرین ستوده هستم، زحماتی که میکشه، مرارت هایی که داره تحمل میکنه، هم اکنون هم در زندانه، ولی من میدونم، شما هم میدونید جناب رحیمی عزیزم، مردم ایران باید تعیین بکنن. الان بسیار و بسیار زوده. شاهزاده در نهایت دموکرات بودنش حرف قشنگی رو تکرار میکنه، میگه اجازه بدید اول خونمون رو آزاد بکنیم، بعد بیایم بشینیم ببینیم که خونه رو به دست چه کسانی باید سپرد. الان بسیار زوده، حق بازیاشونه. این آقای تبرزدی رو من خب فرار پلیس قدیمی ایرانی هم، اون لبدهنش، اون گودی زیر چشماش کاملا نشون میده مثل آخوندا اهل بخیه است، اهل منقله. اصلا خود خانم جیلانی مورد احترام شما، من و بسیاری در شهر ما حریفای از این میکردن، میگفتن اصلا دزدن، میگو اصلا در خونه من دزدی کردی نسبت تبرزدی. آیا اینا اون وقت اپوزیسیونن؟ اینا مرز بند است. عرض کردم که اینها اپوزیسیون ملت هستن، نه اپوزیسیون رژیم.
بله. اپوزیسیون یعنی تلفظ فرانسه یا اپوزیشن انگلیسی هست، از اپوزیت میاد یعنی از مخالف، از ضد میاد. اینها اپوزیشن ملت هم، ضد ملت هم، نه ضد رژیم جمهوری اسلامی. ما ضد رژیم جمهوری اسلامی هستیم، ما نه ضد ملت هم هستیم و نه ضد کشور هم هستیم. زمین که به نکته خیلی قشنگی اشاره کردید، ببینید فرمان همه پرسی در بند سوم اصل 110 قانون اساسی که داره اختیارات و وظایف رهبر رو میگه، صدور فرمان همه پرسی از وظایف نهاد رهبری هست. حالا شما حساب بکنید که آیا آقای خامنه‌ای که داره برنامه ریزی میکنه پسرش جانشینش بشه میاد یه همچین دستوری بده؟ جسم میکنه به حال ایشون جسم علیلی داره، خرد و آبرویی داره و نمیخواد این جسم علیل و خرد و آبرویش به سرنوشتی که قذافی دوچار شد دوچار بشه. بله بله، این جمله کذاییش هم دقیقا وقتی که کم میاره بلافاصله برای این جمعیت بدبختی که اون پای منبرشان به اونا میگه من جسم علی دارم خرد و آبرویی، اون وقت اونا شروع میکنن شیهه میکشن. دقیقا، ببینید فرهنگ خنده و شادی ما ایرانی ها رو با فرهنگ گریه میخوام جا به جا کردن جناب سرده. بله خودمون گریه کنید. خدا بیا مرز بیژن مفید رو در نمایش شهر گفته ما گفتیم بکنید مسلمان ها ثوابه. بله بعد میگفت خاله سوس که شما چرا گریه میکنی؟ میگفت ملا میگه ثوابه، میگفت هلش کن ملا حالش خرابه. ملا حالش خرابه. ولی نگاه بکنیم ببینیم اون هیچ بزرگ وقتی به ایران آمد نه به دانشگاه رفت نه میان مردم در میدانهای شهر رفت و نه اصلا هیچ جای دیگه. کجا رفت؟ اول همه رفت گورستان و ببینید چه گورستان های آبادی ما داریم. بهشت زهرا اینقدر آباد شده، اینقدر قشنگ شده. آدم آغاز کرد و به همه ما نشون داد. بله. مگه نمیگه؟ میگه بریزید این خونها را. بله. انقلاب ما به این خونها زنده است. زنده زنده هم نه زنده. بله. بعد عبدالکریم سروش دیروز میگه که از زمان هخامنشیان تا امروز در کل تاریخ ایران ما رهبری به باسوادی امام خمینی نداشته. البته ایشون حالا اصلا نفی کرده که در شورای انقلاب فرهنگی حضور داشته. فیلمش رو دارم، امروز حتما میخوام بذارم روی فضای مجازی که ایشون در شورای انقلاب فرهنگی حضور داره و داره صحبت میکنه. عرض میکنم که ببینید جناب فرهومن میگه امام ما اینها کسانی هستند که اپوزیسیون نما هستند، دغدغه بازگشت به دوران طلایی امام دارن. در واقع ایشون وقتی میگه برگشته گفته که محمد رضا پهلوی معلوم نیست اصلا دیپلم داشته، ولی امام سواد تحصیلات علمی داشته. امام چه تحصیلات علمی داشته؟ امام را اگر گفتن آیت الله واسه این گفتن که شاه نکشتش، چون آیت الله رو نمیشه اعدام کرد به برکت های شریعت. بله. و الان پسر آقای شریعت مداری ببینید بیرون داره فعالیت میکنه و اپوزیسیون نماشد. این چه آدم باسوادیه که شما حرفای این رو که گوش میدید فعل و فاعل توش پیدا نمیکنید؟ دیگه آدم تحصیل کرده، جملهش سر و ته داره، آدم متوجه میشه. حالا چون آخر هفته هست که خودم بخوایم شاد باشیم، میگن رفتن پیش خمینی روزی بهش گفتن که آقا میگن که همه ذرات دنیا مسلمان و کافر دارن، پس پشه هم مسلمان و کافر دارن.
اگر پشه مسلمانی باشه و ما پیف پاف بزنیم و پیف پاف توش الکل داشته باشه، حکم این پیف پاف برای پشه مسلمان چیه؟ و ایشون فتوا میده که اگر پشه نشه بشه نشه، اگر پشه نشه نشه بشه. این مدل حرف زدن خمینیه، ما همه این رو میدونیم. بگذاریم برگردیم به فرهنگ خودمون، به فرهنگ بسیار بسیار زیبای خودمون، فرهنگ پارسیمون. چرا که ما یک وظیفه خیلی سنگین داریم و اون احیای فرهنگی هست که ریشه در تاریخ داره، فرهنگی که به درازای تاریخ هست. مبنای سال شمسی توسط حکیم عمر خیام پایه‌ریزی میشه و اجرا میشه و تدوین ما رو عمر خیام می نویسه که می بینیم هنوز این تقویم از چنان دقتی برخوردار هست که تقویم های دیگر با اون یارای برابری ندارد. حمله اعراب به ایران در سال 42 هجری قمری اتفاق می افتد. اگر اون رو به سال شمسی اضافه بکنیم، سال قمری به دست میاد. یعنی ما الان در سال 1397 هستیم و در سال 1439 که البته سال قمری هست، 42 سال این اختلاف میشه بنیان آغاز سال هجری شمسی. از زمانی که اعراب به ما حمله میکنند 1397 سال میگذره و به هر تقدیر نوروز آغاز سال جدید ما هست. مراسم نوروز از جشن سوری آغاز میشه و به مراسم 13 به در یا 13 به در به پایان. چرا میگم جشن سوری؟ چرا نمیگم چهارشنبه سوری؟ این رو صحبت خواهم کرد. جشن سوری همون جشن آتش. آتش در عقاید ایرانیان باستان محترم هست، نه اینکه آتش بپرسته. آتش محترم هست چرا که اهورامزدا خدای ایران نور مطلق هست و اهریمن یا شیطان تاریکی مطلق. در یکی از قدیمی ترین آیین‌های ایرانی، آیین زوربان، آمده که زوربان خدایی بود که آبستن بود و هزاران سال منتظر بود تا فرزندش رو به دنیا بیاره. زمانی به وجود این فرزند شک می‌کنه زوربان و نطفه شیطان یا اهریمن در کنار نطفه اهورامزدا شکل میگیره و بعد این دو رو با هم به دنیا میاره. اهورامزدا به معنای دانای مطلق و نور مطلق هست و اهریمن تاریکی مطلق هست. شنوندگان عزیز، جناب فرزمند گرامی، در
آیین زرتشتی ما انسان‌ها به نور و تاریکی تقسیم میشیم. این در باورهای ما و میگن هر انسانی بسته به خودش هست که تا چه مقدار نور رو بر تاریکی غالب بکنه و یا تاریکی رو بر نور غالب بکنه، بسته به اعمال و رفتارش. اما پس از مرگ نور به نور خواهد رفت و تاریکی به تاریکی و نهایتاً تاریکی مغلوب نور خواهد شد. به این ترتیب در اون زمان آتش که تنها وسیله نور رسانی بود برای ما مقدس و دارای احترام. نگاه بکنیم به آیین میترائیسم که خورشید یا همون میترا یا مهر به خاطر نوری که میپراکنه مورد تقدیس قرار میگیره در این آیین. بسیاری از جشنهای ما ریشه در آیین میترائیسم داره، از جمله جشن شب چله ما که زمانی که مسیحیت وارد عرصه میشه و دارن قوانینش رو می نویسن، به سبب تأثیری که آیین میترائیسم در دنیا داشته، اینها میان جشن شب چله ما رو به عنوان تولد مسیح اعلام میکنن و کریسمس میگیرن، در صورتی که در انجیل آمده که عیسی زمانی که به دنیا میاد گوسفندها را به چرا میبرند. خب در زمان تولد عیسی 2019 سال پیش هوا هنوز گلوبال وارمینگ ما نداشتیم، چطور میشه که در 25 دسامبر در زمانی که برف و کولاک هست گوسفندها رو به چرا برد؟ بنابراین تولد مسیح کریسمس نیست، بلکه کریسمس حالت مذهبی شده شب یلدای آیین میترائیسم هست که در غرب نفوذ کرده. همینطور جشن سپندارمرگان ما هست که به عنوان جشن ولنتاین گرفته میشه. یک توضیحی بدم، در تقویم ما پیش از اینکه حکیم عمر خیام باعث افتخار ایران بخواهد این تقویم رو تنظیم بکنه، ما 12 ماه داشتیم که هر ماه 30 روز بود و هر روز برای خودش نامی داشت. در هر ماه وقتی که نام ماه و نام روز با هم یکی می شد ما جشن سوری داشتیم، یعنی جشن آتش داشتیم. به معنی سور به معنی سرخ، به معنی آتش، و اینها رو جشن می گرفتیم. در اسفند ماه یا سفندار ماه، در سپندار روزش، روزی بود که روز عشق بود، روز زن بود، و پادشاه ما لباس ارغوانی می پوشید و در میان مردم می آمد با گل نیلوفر، و این روز رو تقدیس می کردن. پادشاه از همسر خودش و از مادر خودش سپاسگزاری میکرد در برابر دیدگان همه. این احترام ما به زنها هست. ما تنها فرهنگی هستیم بیشک که برابری زن و مرد در ما ریشه تاریخی داره، چرا که ما مانند سایر زبانها برای سوم شخص مفرد مؤنث و مذکر نمی کنیم. به انگلیسی نگاه کنید، هی و شی دارن. در فرانسه ایل و ال دارن.
در سوئدی هان و هون دارن، در عربی، در اکثر زبان ها، اما ما او داریم بدون هیچ تفکیک جنسیتی. او، ما به زنها احترام میگذاشتیم. ما برخلاف سایر ادیان که زن از بنده چپ مرد به وجود میاد، زن نمیدونم در باورهای اسلامی زن وسیله شیطان هست برای اقفال مردهای مؤمن، ما اینها رو نداشتیم. ما آیین زرتشت رو داشتیم که مشی و مشیانه در کنار یکدیگر و به صورت برابر رشد کردند اولین زن و مرد. ببینید ما کجا بودیم و 1400 سال ما رو به کجا رساندند. پس هر ماه 30 روز داره. وقتی که عرض میکنم که سال تموم میشد، یک پنج دزدک بزرگ و پنج دزدک کوچک داشتیم که 365 روز کامل بشه، که سال عرض میکنم که ناقص نباشه. شنیدیم میگن ایشالله 120 ساله بشی. برای اینکه هر 120 سالی، برای اینکه این تنظیم به هم نخوره، هر 120 سال ما یک سال 13 ماهه داشتیم. این که میگن 120 ساله بشی برای اینکه بتونی اون سال 13 ماهه رو ببینی. ببینید چقدر باورهای ما ریشه داره و چقدر فکر پشتش هست، چقدر منطق پشتش هست. خب پس وقتی که تقویم به این صورت تغییر پیدا میکنه، ما 6 روز رو در 6 ماهه اول اضافه میکنیم، یعنی 5 دزدک خورد میشه در 6 ماهه اول. پس تاریخ ها هم جا به جا میشه. اگر این جا به جایی تاریخ رو تصویر بدیم، میبینیم که شب یلدا و کریسمس دقیقا در یک شب هست. اختلافشون با هم دیگه 5-6 روزه. میبینیم که سپندار مردان و ولنتاین دقیقا در یک روز هست. اینها استخاندار بودن باورهای ما رو نشان میده. یکی دیگه از اصطلاحاتی که ما بسیار میشنویم در مورد افرادی که بچه دار نمیشن، ما میشنویم میگن طرف اجاقش کوره. شنیدیم دیگه اینجا. برای اینکه عرض کردم آتش برای ما مقدس بوده. در هر منزلی اتاقی بوده که به اون اتاق اجاق میگفتن. و فردی که بچه داشت، بچه ها مسئول نگهبانی از آتش بودن تا آتش خاموش نشه. خب کسی که بچه نداره که بخواد از این آتش نگهبانی بکنه، گاهی اجاقش خاموش می شده، گاهی اجاقش کور می شده. ببینید چقدر منطقیه. اینها ریشه های ما هست، فکر شده بابت همش. پس در هر ماه در ایران باستان یک جشن سوری حد اول برپا بود. امروز یادگار این جشن ها فقط دو جشن باقی مانده، یکی جشن سده و یکی جشن سوری آخر سال. از آن روی به این جشنها سوری میگیم که عنصر اصلی این جشنها آتش هست، یعنی آتش افروزی میکردند و در کنار آتش میرقصیدند. جشن سوری در آخرین آدینه شب هر سال برپا میشه و با رفتن به اتاق مردگان آغاز میشد. اتاق مردگان اتاقی بود که در هر منزلی مثل اجاق
یک اتاقی بود به نام اتاق مردگان. ببینید این تأثیر کرده در باورهای مسلمانان، برای اینکه ما هنوز آخرین جمعه شب سال، شب جمعه سال رو به عرض میکنم که به گورستان میریم و در قبور گذشتگانمان که برای ما عزیز بودند میستیم و یادی از اینها میکنیم. مردم بر این باورند که در این شب شروهرها به زمین میان و مهمان ما میشن. از این روی هست که خانه تکانی باید تا چهارشنبه سوری تمام بشه، چرا که شروهرها در جایی که آلودگی باشه و نظافت نباشه نمیتوانند وارد شوند. شروهرها هم روح ها هستند. به همین خاطر هست که ما داریم که باید کل منزل جا آب و جارو بشه و نظافت بشه. در این شب، در شب سوری، مردم عموما غذایی شبیه آش رشته می‌خوردند، یعنی غذای رشته‌دار می‌خوردند و اعتقاد داشتند که رشته عمر و کار و همه چیز رو دراز و پرفرکت می‌کنن با این کارش. از دیگر خوراکی‌های این شب آجیلی هست که امروز ما بهش می‌گیم آجیل مشکل گشا. پسته، بادام، سنجد، کشمش، گردو، برگه هلو، انجیر و خرما در این آجیل هست و به اون آجیل لورک یا آجیل هفت میوه هم میگن. این آجیل امروز از خیراتی ها به حساب میاد و مردم برای رفع مشکلاتشون این آجیل رو نذر میکنن. جالبه که مردم ایران هنوز هم به آجیل مشکلگشا باور دارن. یکی دیگر از رسوم بسیار زیبا و جالب ما در شب سوری فال کوزه است که این رسم در شب چله یا شب یلدا هم انجام به این صورت که اشعاری رو از اوستا خارج می کردن و از هر شخصی یکی از وسایلش رو می گرفتن و داخل یک کوزه قرار می دادن. بعد یک کودکی رو می آوردن، دست بر کوزه می کرده، یک شعر رو با یکی از اون اشعار خارج می کرده و اون شعر می شده فار صاحب شعر. یکی دیگه از این رسوم فال گوش وایسادن بوده، کسی که رد میشه صحبتی که میکنه پاسخ ما. یکی دیگه از این رسوم رسم قاشق زنی هست که تا همین چند سال پیش هم بود ولی متاسفانه کمرنگ شده. همین قاشق زنی که خیلی کم رنگ شده در ممالک غربی در روز هالووین می‌بینیم که اتفاق می‌افته. یکی دیگر از رسوم جشن سوری ما رسم شال اندازی هست. کسانی که نامزد داشتند، تازه عروس بودند، تازه داماد بودند، اینها به پشت بام می‌رفتند آقایون و از پشت بام منزل شال خودشون رو به پایین پرتاب می کردن و نباید دیده می شدن و هدیه‌ای برای نامزدشون یا برای همسرشون در اون شال می گذاشتن که اون شخص بردن. این رو هم بگم که آتش رو نه در کف خیابان که بر روی بام ها می افتوختند، چرا که می گفتن که آتشی که ما روشن می کنیم راه رو بر
گذشتگان ما رو بر اجداد ما نشان میدهد تا منزل را پیدا بکنند. یک ایرانی هرگز از روی آتش نمیپره، چرا که آتش مقدس هست، آتش نماد نور و آزادی و دانش هست. اما از شوربختی باری دیگر کشور ما زیر سم اسب غارتگران قرار میگیره و اعراب به ایران حمله میکنن. تمام این جشنها جشنهای مجوسی و کفر نام میگیره و برچیده میشه. ایرانیان میهن دوست و میهن پرست می نشینند فکر میکنند. عرب زلبون مثلی دارن، میگن الاربعه یوم زنک و نحس، میگه چهارشنبه روز نحسیه. میام میگن آقا چهارشنبه روز نحسیه، شما در شب آخرین شب چهارشنبه هر سال جشن چهارشنبه سوری بگیر، این نحوست رو از چهارشنبه ها ما پاک میکنیم و به این ترتیب جشن سوری ما که در آخرین آدینه شب هر سال برگزار میشه به جشن چهارشنبه سوری تبدیل میشه. ولی بدعت‌های تازه‌ای گذاشته میشه، مثل اینکه از روی آتش میپرند. این در مورد چهارشنبه سوری که امروز عزیزان ما همیهنان ما توجه بکنن. چهارشنبه سوری در کشور ما بیشتر شبیه جنگ جهانی هست با چهارشنبه سوری، اونقدر که از ترقه ها و بمب های بحثاز استفاده میکنن. جشن چهارشنبه سوری جشنی هست که باید بوته بیارید، آتش بزنید، خانوادگی کنار اون بیستید، ترانه بخوانید، شادی بکنید و عرض میکنم که نه اینکه ترقه بزنیم و نمیدونم نارنجک بزنیم و چیه این کپسول گاز منفجر بکنیم و این هرچی صداش بلندتر باشه ما مثلا ایرانی تریم، نه همچین چیزی نیست. ولی اگر ما این آیین و این جشن رو به شیوه خودش بگیریم، تو دهنه محکمی بر انیران قاطب کشورمون زدیم که به اینها ثابت کردیم که ما فرهنگ خودمون رو میشناسیم و عرض میکنم که بر تقدیر به این صورت هست، اون رو به اون شیوه که هست جشن. اگر در مورد چهارشنبه سوری بحثی نیست، من بحث نوروز رو آغاز کنم. بسیار مجموعه جالبی رو تهیه دیدین، دست شما درد نکنه. استدلال ببینید، ما همیشه میشنویم که عدد 13 نحسه، درسته؟ بله. و میشنویم عدد 7 مقدس، و جالب اینجاست که این نحوست عدد 13 در همه جای دنیا. من خاطرم هست زمانی که آمریکا تحصیل می‌کردم، ما یک سفر کوتاهی داشتیم به لاس وگاس. البته نرفتیم برای قمار، رفتیم دعوت شده بودیم رفتیم. عرض می‌کنم که در هتلی که ما بودیم طبقه 13 وجود نداشت. عجیبه، بعد اونا در نظر میگیرم میدونم. بس اینجا هم همینطور جناب رحیمی، اینجا هم 13 رو نحس میدونند. دقیقا در ایران هنوز خیلی از خونه هایی که پلاکشون 13 هست شماره پلاک رو میرسن 12 به 1. آیا این 13 خرافه هست یا تفکری پشته اون هست؟ من به شما میگم ما این رو به دنیا دادیم.
عده زیادی هستن که هنوز در روز 13 ماه هیچ کاری نمی کنن. چرا ما 13 فروردین به بیرون میریم به دامان طبیعت؟ این رو وقتی میخوام راجع به 13 در صحبت بکنم باز میگردم. اما عدد 7 که مقدس هست رو ما چرا به ایران دادیم، به دنیا دادیم؟ قداست عدد 7 از اونجایی سرچشمه میگیره که اهورامزدا و 6 انشاسپندانش جمعاً 7 سپنتامینو میشن. 6 انشاسپندان خورتات یا همون خرداد، امرتات یا همون مرداد، اردیوهوشت یا همون اردیبهشت، وهومن یا بهمن، شهریور و سپندارمز هستند. 6 انشاسپند، 1 اهورامزدا، جمعاً 7 سپندامینو. از 7 عدد مقدس و قداست. اما این به جاهای دیگه. چند تا نمونه میخوام بگم از قداست عدد 7. 7 الوانی که عیسی برای قربانیش میاره. کره، سرکه، روغن، عسل، نمک، ماهی و نان. 7 شهر عشق که عطار از اون صحبت میگن 7 چیز کهنش خوبه. یار، همسخن، کتاب، شمشیر، شراب، گرمابه و چینی. یا 7 پیرایه داریم. نگار، نگار یعنی حنا. نگار، سرخاب، خال، سفیداب، زرک، وسمه و سرمه که بر 7 جای بدن، دست، پا، روی، موی، چشم، ابرو و گردن می‌نهند. مسلمان‌ها در زمان نماز خوردن، نماز خواندن 7 محل بدنشون با خاک و با زمین تماس می‌گیره. ما 7 عنصر اصلی داریم در دنیا یا 7 اخشیج داریم به زبان فارسی. زر و سیم و روی و مس و قلع و آهن و سر. مثال ها بسیار است. از 7 عدد مقدس. اما چرا 7 سیم بچینیم؟ اصلا 7 سیمه یا 7 چینه؟ نظر شما چیه جناب فرزین؟ 7 سیمه یا 7 چینه؟ قاعدتا چین هم میخوره، برای اینکه داریم میچینیم دیگه. منطقه چون ما سین شروع میشه به این انگیزه. نه نه، 7 چین. ولی چینه دیگه، ما اونا رو هم داریم میچینیم. منظورم نه نه، چین سین سین چین میبرمین چین رو. نه، من سردر نمیارم. 7 چین داریم. در بسیاری از کتاب ها به 7 چین اشاره شده. میگه جشن نوروز از زمان کیان مینهادند مردم ایران. شم و شیر و شراب و شیرینی، شکر و شهد و شای اندر خانه. شای همون چای هست. اندر خانه. ببینید، ما باید یک سری شرایط رو در این سفره‌ای که میخواییم بندازیم رعایت بکنیم. 4 شرط داره تا 7 شین یا حالا 7 سین ما اون چیزی باشه که واقعا هست. اول اینه که نام باید پارسی باشه. دوم باید ریشه گیاهی داشته باشه. سوم باید خوردنی باشه. و چهارم نام ترکیبی نباشه. نام ترکیبی مثل چی؟ مثل سبزی پلو. در این شعری که من گفتم یا به فارسی بهش میگیم تکامل، میبینیم که شمع واژه عربیه. پارسی شم میشه افروزه یا اسپندار. شهد واژه عربیه. فارسیش میشه انگبین. شراب واژه عربیه. فارسیش میشه باده. پس چون اسقاط یکی از این شروط موجب اسقاط این فرضیه میشه، پس چیزی به نام 7 شین وجود نداشته.
پس از کجا میاد این هفت چین؟ ما دو زبان فارسی داریم که امروز داریم مخلوط این دو زبان رو با صحبت. فارسی اشکانی داریم و فارسی ساسانی. در فارسی ساسانی حرف شین وجود نداشته، ش نداشته. اشکانی ما س نداشته. گفتم زبان امروز ما ترکیبی از این دو زبانه. ببینید فرشته و فرستاده، مشت و مستمند، خروش و خروش. ما میگیم اول صبح دشت میگیرم، دشت و دشت. اینها داره به ما نشون میده این ترکیب دو زبان رو. از هفت چین در واقع شیر و شما و شرکه و شمنو و حالا یه مقدار یعنیان چیز هست، شنجد و شیب و شبزه هست. جالب اینجاست اگر ما 15 میلیون کلمه فارسی رو جستجو بکنیم، فقط در 7 کلمه هست که این 4 شرط رعایت بشه و این 7 کلمه هم فقط با سین شروع میشه. ولی جالب‌تر اینجاست که این 7 نماینده اون 7 پنتامینوی هستن که من عرض کردم. بنگر. شیر نماینده اهورامزداست، سماق نماینده خورتات، سرکه نماینده اموتات، سبزه نماینده اردیبهشت هست، سنجد نماینده وقومنه، سمنو شهریور رو نمایندگی میکنه و سیب نماینده استندارمز یا تنها امشاستند زن ما میشه. خب گیاه سنبل که ما روی هفت سین ها میذاریم، خب اولا خوردنی نیست، پس این شرطش ثابته. دوم این که سنبل نام فارسیش خوشه هست، پس سنبل نمیتونه جزئی از هفت چین باشه. سکه هم که خب دیگه گویاه حاله دیگه، سکه یک فلزه، اصلا ریشه گیاهی نداره. در جاهایی به هفت چین اشاره میکنن و میگن که هفت میوه از هفت درخت میچیدند و در هفت سفره قرار میدادن. اما سبزه تخم هفت گیاه رو در 19 اسفند ماه میکاشتند که باز حالا اگه بخواییم چیز بکنیم 19 اسفند ماه میشه حدود 13-14 اسفند ماه خیلی، و هر کدوم تا آغاز سال بهتر و بیشتر رشد میکرد، اعتقاد بر بارور بودن اون گیاه در اون سال بشه و در مزارع اون سال به کشت اون گیاه میپرداخت. اینجوری بود که قحطی نمیامد. از طرف دیگه اعتقاد به عرض میکنم که بار گره زدن سبزه در میان ما رایج هست که این رو فقط در مورد ازدواج در پیشینیان ما رعایت میکردن. ببینید یک ظرفی که در اون گیاه ها رشد میکرد به مسابقه ایران ما میگرفتن و تخم گیاهان جوانانی بودند که در کنار هم ولی بیگانه از هم رشد میکردن. گره زدن سبزه پیوند دادن اینها با هم هست، پس فقط برای ازدواج باید سبزه زد، سبزه گره زد، نه اینکه من پول میخوام یه سبزه، من نمیدونم خونه میخوام یه گره. این چیزها اینها خرافه هست، نه اون کار نمادینی که داره اتفاق. یکی از اجزای تجزیه ناپذیر و جدا ناشدنی سفره هفت چین ما کتاب هست. کتاب به عنوان نمادی از خرد و خردبردی که بر سر هفت سین باید قرار. تا پیش از آیین زرتشتی یک کتابی رو حالا میگذاشتن، اما بعد از ظهور زرتشت اوستا و سر سفره هفت سین ها میاد و این امر ادامه داره تا حمله اعراب به ایران و اوستا جای خودش رو به قرآن میده. خب
سین از سفره هفت سین از نوروز ما که یادگار جمشید می دانن. و برگردیم به بحث 13 که چرا عدد 13 نه. من گفتم که ماجرای زربان رو تعریف کردم. واژه خدا که ما امروز داریم به کار میبریم در واقع در واژه در زبان فارسی حالت تغییر شکل داده واژه خبتهایی هست و خبتهایی به معنی جهان شاه هست و شاهنامه فردوسی برگرفته از کتابی هست که از آتش سوزی کتابخانه جندی شاپور در امان میمانه و سرگذشت پادشاهان ما در اون نوشته شده بوده به نام خبتهای نامه که خبتهای نامه به همت حکیم عالی قدر ابوالقاسم فردوسی به شعر آورده میشه که تاریخ ما از میان نره. عرض کردم که اهورامزدا و شش امشاسفندان قداست عدد هفت رو برای ما در پی آوردن. پنج رب و نوع ما داریم در آیین‌های باستانیمون. میترا یا به زبان فارسی میتر به معنای مهر، ورونیا، ایندریا یا آندرا، الان میبینیم اینا اسمشون رو میذارن آندرا، ناستی یا ناسیته و آناهیتا. هفت امشاسفندان، پنج الهه، روی هم میشه 12 موجود انرژی مثبت، موجود مقدس خوب. 13 میشه اهریمن. به این علته که ما معتقد بودیم 13 نقشه و این عقیده ما هست که به دنیا رفته که میگیم 13 نقصه و همه هم میگن 13 نقصه، ولی بیشست رو من ندیدم تا حالا کسی اینجوری بکنم. پس در 13 روز که روز شیطان هست، عقیده بر این هست که شیطان و ارواح خبیثه و تاریکی به سمت زمین میآیند. مردم به دامان طبیعت میرن، شادی میکنن، به زن و به رقص میکنن، آتش میافروزند و زمانی که این سپاه شیاطین اهریمنان دارن به زمین نزدیک میشن، با دیدن شادی ما و با دیدن آتش از حمله به زمین منصرف میشن، چرا که دشمن شیطان و دشمن بدی شادی هست، چیزی که 40 از ما گرفتن. بر این باور هستیم که در این روز، روز نیایش خداوند و روز نیایش باران هست. رسم گره زدن سبزه هم در این روز هست. یکی از رسمهایی که باز ما به دنیا دادیم رسم دروغ 13 هست. یک دروغی میگن که همه باور میکنند و میبینیم که الان در دنیای غرب هم دارن April's Fool Day، در روز اول آپریل یک دروغی رو میگن، حتی در رسانه هاشون منتشر میکنن. باز در این روز مردم غذایی میخورن که رشته داشته باشه، معمولا آش رشته میخورن و برای بلند بودن طول عمر و سالی که آغاز شده دلالت میکنه. اینها باورها و عقاید ما هست از جشن سوری تا 13 به در که برای ما سالی خوش رو رقم بزنه. حالا آیا اینها به تعبیر مرتضی مطهری اینها دروغه؟ آیا اینها خرافه است؟ آیا اینها جهله؟ آیا اینها جهله با این تعاریفی که گفتیم؟ یا اون چیزی که
آخوندها 40 سال دارن تو سر ما میکنن، از صحبتهای عصب حسن و حسین و عباس خبر میدن به ما تا ما رو بیشتر بگریونن. هر سال هم گویا امداد غیبی میاد و از غیب یکی بهشون نازل میشه و داستانهای بیشتری رو در مورد اینها نقل میکنن. تو گویی ضبط صوتی رو رکوردری رو به زیر شکم اسبها و شتران اینها بسته بودن که انقدر دقیق روایت میکنند از آنچی که 1400 سال پیش گذشته. جناب رحیمی یک دقیقه من عرایزم تموم شد، اگر صحبتی هست شما میکنم. نه مثل همیشه پربار، فقط میتونم بگم پربار. حالا در این ماه مارش بازم با شما داریم حرکت میکنیم، تکه تکه بازم از شما پیج میگیریم. ممنونم از جلسه امروز سرکار. امیدوار هستید، امیدوارم که بحث امروز ما برای هممیهنانمون مفید بوده باشه و فراموش نکنیم مایی که در خارج از ایران زندگی میکنیم وظیفه نگه داشتن آینه هامون بسیار بیشتر از کسانی هست که داخل ایران هستن، چون بچه های ما اگر داخل باشن خب به هر حال توی جامعه میبینن، اما اینجا در جامعه همچین چیزی رو بله. دوستان خداحافظی میکنیم با جناب رحیمی. من از 3 ثانیه 4 ثانیه 5 ثانیه مونده بهرام دیار بعد از ما آغاز خواهد کرد. کیومرث فرهومند، پاینده ایران.